بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق الله العظیم. بیننده و شنونده برنامه اسلام قرآن از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه حضرت حق باشید. خوش هستم باز هم عبدالبشیر سیرت با تقدیم برنامه اسلام قرآن در خدمت شما قرار دارم. خوش باشید. امیدوار هستم هفته به خوبی سپری کرده باشید و هفته پیش رو هست. خوشی ها از آن همه ما شما باشه. برای تیم ملی کرکت کشور دعای خیر کنین. در جریان مسابقه هستن همین لحظه، خداوند پیروزشان بگردانه. حب الوطن من الایمان یک معقوله است. دوستی وطن نشانه از ایمان است، سبب میشه تا ما شما برای تمام تیم های ملی خود دعای خیر کنیم، مخصوصا تیم کرکت که الان مسابقه شان در حال جریان هست. باز هم برنامه اسلام قرآن تا ساعت یک به وقت کابل به گونه زنده مستقیم تقدیم شما میشه و جناب استاد مفتی صاحب محمد ولی حنیف، استاد دانشگاه و مشاور ارشد وزارت عدلیه در بخش قانون گذاری مهمان ما هستند و با ما در استودیو. خیلی خوش آمدید اینجا استاد. تشکر، سلامت باشید. شما به سلامت باشین. شماره تماس برنامه ما 020-220-1093 و همچنان صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن، قرآن شمت نتین، نزدیک به 30,000 لایک داره و این صفحه مربوط به ما میشه و 488 بعدش کلید 4 افشار بتین و بعدش 8 مذرد میخوایم. هر سوال که در بخش مسائل دینی داشتین به شکل پیام صوتی بگذارین، ما در خدمت شما هستیم. سوالاتی که از جریان هفته یا از هفته گذشته باقی مونده از جناب استاد مطرح میکنیم. انتظار تماس های شما را هم داریم، تماس بگیریم به برنامه. خب جناب استاد، یک بار قبلا شما هم این سوال پاسخ داده بودین، زمانی که از شرکت های مخابراتی یکی از اشتراک کننده هایش قرض میگیره، مثلا 20 تومانی قرض میگیره، زمانی که دوباره کارت علاوه میکنه 25 افغانی میگردانه شرکت. این 5 افغانی اضافگی از این آیا سود هست یا نیست؟ یکی از برادرها با دلیل علمی خواستن بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در قرآن کریم مسئله سود گناه کبیره است. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا و حل الله البیع و حرم الربا، حرام قطعی است. اما سود در وقتی میشه که مبادله مال با مال باشه. در اینجا دی مسئله را به شکل تفصیلی در کتاب مسائل تکنولوژی معاصر از دیدگاه فقه اسلامی در فصل سیومش به شکل تفصیلی ما توضیح دادیم. اینجا سود نمیشه به خاطر چی؟ علما فقهای معاصر میگن که می خود کردیت کارت مال نیست. یک طرف پول است، دیگر طرف مال نیست. او یک نوع فرصتی است که مو کمپانی مخابرات شرکت با مشتری خود فرصت گفتگو را به حساب مکالمه را مساعد میسازد. بنابراین در صورتی که مبادله مال با مال نشد، در یک وقت گرفتن قرض علما فقهای معاصر میگه سود نمیشه. سود در وقت میشه اون کردیت کارت مثلا 100 رو با کردیت کارت است، تو را در دکان ببرد سواسط از او که سودا تر میده نی پول نیسته، بنابراین سود نمیشه. دلایل تفصیلیش در کتاب از بسیار خوب. و او حدیث مبارک که میگن که کل قرض جرى فهو کل قرض جرى نفعا فهو ربا. هر قرضی که منجر به نفع شه و قرضی که مبادله مال به مال مال به مال باشه. اینجا مال یک طرف پول است، دیگر طرف کردیت کارت. کردیت کارت حیثیت شرعیش پول نیست. او یک نوع فرصت است گفتگو که کمپانی بر مشتری خود. شما با سلامت باشین. دومین سوال در مورد احتکار هست. یک دکاندار جنس میخره ارزان و ایره نگاه میکنه تا که در بازار قیمت شه و بعدا به فروش میرسانه. آیا خود این احتکار حلال هست یا نیست؟ و پول اضافگی که به اصطلاح درپ میخره، معذرت میخوام میره 20 روپم فروشه، معذرت میخوایم، آیا حلال هست یا نیست؟ پیش از اینکه شما پاسخ بگید یک تماس میگیریم. بله بفرمایید. و جان از شهر کابل تماس گرفته. بله بفرمایید. سلام علیکم سید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. به واسه شما رو بزنم ساختم از نوریس. یک سوالی است که در وقت قربانی یک نفر پولدار است، مثلا گوساله یا گوسفند چیزی میخره پیش از قربانی و او در موقع قربانی به حساب از بین میره. ما تو شنیدیم که میگن که سر اوی که پولدار است بازی قربانی مجرا میشه و ای که فقیر است عین مسئله را، مثلا گوسفند میخره یا گاو میخره، اگر پیش از او مردار شده یا از بین بره باز قربانی از او مجرا نمیشه.
یک سوال سید. آها. سوال دوم دیگه که در خانه که مرده میشه بله یعنی نان از او حلال است برای کسایی که به حساب به فاتحه میرن روز اول دوم سوم یعنی نان از او حلال است بخورند یا نه؟ تشکر برادر گرامی. به سوالتان گرفتیم. بله بله سوالتان گرفتیم. لطفا دوباره زمان یک تماس شما را همکارا با ما وصل میکنن، رادیو و یا هم تلویزیون تان را به طور کامل قطع کنین تا مشکلات ایجاد نشه. معذرت میخوایم، امی سوال اولشان آمد به طور واضحی نگرفتم، اگر یک بار تکرار شود سوال. مسئله قربانی است، یک شخص غنی است، یک هفته دو هفته پیشتر از ایام عید قربانی یک مال خریدن به نیت قربانی، بله، او مفقود شد یا از بین رفت، آیا بالاش دیگه قربانی لازم است یا نیست؟ سوالشان بود. ببین از نقطه نظر شریعت مسئله قربانی واجب است برای یک شخصی که همو شرایطی را که در فقه اسلامی فقها ذکر کردن که غنی باشه، عاقل، بالغ، مقیم باشه، مرد و زن باید لازم است که باید قربانی بکنن. در صورتی که یک شخصی که غنی است یک مال قربانی را میگیره پیش از ایام روز اولید او گم میشه یا از بین میره، سر از او لازم است که دیگه قربانی کنه. اما این شریکش فقیر است. اگر در صورتی که فقیر باشه به حساب بو کفایت میکنه وقتی که مردار شد یا مو از بین رفت هم حیوان به حساب، سر از او لازم نیست. دستورت که غنی باشه سر از او دوباره لازم است. اما در مسئله نان خوردن در سه روز اولی که خانه مردردار به حساب از نقطه نظر شریعت، از نقطه نظر فقه حنیفی، علامه ابن همام در فتح القدیر که یک معتمدترین کتاب فقه حنفی است، او میگه که مکروه تحریمی است، یعنی حرام است خوردنش تا سه روز شما با اهل میت مردردار کمک بکنید. خان نان خوردن از اونها جواز نداره. مثل حدیث جعفر صادق است، وقتی که اونها شهید شدن پیغمبر اسلام گفتن که شما که از اونها کمک بکنید. اینا در سه روز اولی مردردار باید دیگر اقارب باید با اونها کمک کنن. معذرت میخوام استاد، امروز کمی سلفا میکنم. خب اگر پول از خود میت نباشه و از اقاربش باشه، مثلا از پسرش باشه یا از برادرش باشه، ای از پیسه شخصی خود برای امی متوفا و به خاطر کسایی که فاتحه میان نان تیار میکنه، بود در صورتی که اقاربشان باشه در خانه خود میت نباشه، اقاربشان مهمان نوازی دیگه مهمانا را که از جای دور آمده باشن اشکال نداره. سلامت باشین. فکر میکنم تماس داریم. خب تماس قطع شد، به هر حال انتظار کشیدن، معذرت میخوایم ازشان. خب یک سال هست از هفته های قبل مانده جناب استاد، شنیدن کلمات اذان وقتی که مؤذن اذان میده یک فرد میشنوه، اگر در حالت تلاوت قرآن کریم باشه و یا هم نماز و یا در ذکر و اذکار دیگه، آیا گفتن کلمات حتمی است که کلمات اذان را تکرار کنه و حکم از این چی هست؟ ببینین اذان یکی از شعائر اسلام است، و اذان ادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا. اذان از شعائر اسلام است، احترامش لازم است. وقتی که اذان داده میشه طریقه مسنی است، اما کلمات با مؤذن باید تکرار بکنن و این سبب ثواب است. و حتی بعد از ختم دعا یکی از موضع یا جاهایی که دعای یک بنده قبول میشه بعد از ختم اذان است، بنان طریق مسنون است. و اگر تلاوت قرآن کریم در مسجد میباشه یا ذکر و اذکار میکنن در مسجد بهتری است که با اذان پاسخ داده شود. با اذان یعنی ترجیح میدین شما که کلمات اذان تکرار شود، تلاوت توقف داده شود. سلامت باشین. نظیفه روی خط تلفن هستن. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام خدا خدمت استاد گرامی و خدمت شما برادر عزیز تقدیم میکنم. من نظیفه هستم، از خیرخانه به تماس شدید. من چند وقت پیش از پدرم میراث گرفتم، البته اینجا چند تا دخترک دارم که شوهر اولین است. پیسه خودم را به یک نفر دادیم که در خارج است، او ما شش ماه در شش ماه برام پیسه سوال میکنم، آیا این زکات میشه؟ زکات میشه؟ میخواییم که از سلامت باشین. سود میشه یعنی؟ سلامت باشین. بسیار خوب بفرمایید. ببین از نقطه نظر شریعت میراث حق هر مسلمان خصوصا طبقه ناسان باشه، چی مرد باشه چی زن باشه، حق شرعی است، خدا داده. در قرآن کریم سپاره 4 سوره نساء 11 و 12 یوصیکم الله فی اولادکم، این حق شرعی تر از خدا به شما داده که حق از پدر بگیرین و همون چیزی را که شریعت تعیین کرده. و دوم مسئله که شما او را در کار انداختین، در مضاربت خواهر عزیز و
چی شکل اگر شما پول از شماست و برادر که در خارج است یا در هر جای از کار میکنن در نفع نقصان شریک باشین و حساب هیچ سود نمیشه و فایدهش برتان حلال است از او استفاده بکنین و در صورتی که اگر با نصاب رسید که 1,70,000 افغانی از حوایج اصلی تان اضافه داشتین با سرتان زکات بدین. سلامت باشین. نثار احمد از شهر کابل باز هم با ما تماس گرفته. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما برادر. سلام باشه. من دوله که در باره خانه گروی یک تعداد علما همه که برو پیشش به خانه گروی که از رهنما میگیرم میگم مانا مولوی صاحب در باره گروی یعنی تو اگه فتوا داده که هم پیسه تا بده هم در بدل پیسه دیگر دوباره کرا بده ما که پوره شد با دو هتا یک هتا کرا میده یک کرا دادنش شده است یا نه زمین از مولوی صاحب خواستیم که این واضح شده بر ما قربانت نثار رحمت برادر تشکر بفرمایید جناب صاحب قبلا این موضوع چندین بله بسیار تکرار شده در هر حجمی تکرار بله ببینید موضوع شریعت که علما بیان میکنن باید موضوع را به شکل تفصیلی موضوع رهن گروی دو موضوع است عقد نفس عقد گروی به خاطر تضمین و اعتماد با آیات قرآن و حدیث اجماع امت ثابت است که بود بله لازم جواز داره فریحان و مقبوده نه. اما انتفاع از مال گروی بین فقها اختلاف است ولیکن قول صحیح راجع مفتابهی نظر تمام اکثر علما فقها چی هستن که حرام است سود میشه ولیکن رای نجات با حاجات الناس ضرورت که است در قانون مدنی ما شما یک صورت به نام بیع الوفا است بیع موقتی میکنن که بایع و مشتری باز در وقت موادش به حساب خانه را مسپاره مشتری با خب جان سوالی به جناب استاد که علاوه از این که گرو میگیرن یک مقدار میگه به خاطر اینکه از این جنجالش خلاص شیم یک مقدار پول مشخص میسازن که کرایه هم بده یا یک حیله است اگر که در شرح مجلد الاحکام باز در قاعده دو میره رد میکنه علی عبرت فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن على بيع الوفا اگر چه بعض فقها که علما به حساب فتوا میدن که می بیع الوفا یک نوع شباهت و مشابهت سود داره ولیکن در وقتی که ضرورت داشته باشین که هیچ سرپناه نداشته باشین صورت بیع الوفا را بکنید ان شاء الله خداوند کریم تا حد ما خزانه نمیکنه آقای بیع الوفا را شما در برنامه گذاشته گفتید در برنامه معاملات قانون مدنی است اما در صورتی که ضرورت نداشتی این پول تا دای بند نسازد که مضاربت مشارکت بیسه این ضرورت روا بر کسی از جناب استاد که ضرورت داشته خودش بشینه بیسه خودش بشینه نثار احمد از میدان هوای شهر کابل تماس گرفته بله بفرمایید برادر الو آواز شما را داریم علیکم السلام سلام بر شما و بر استاد بزرگوار قربان شما سید بفرمایید محترم من یک سوال داشتم در یکی از خطیبای مسجد که نزدیک خانه ما هستن در جمعه قبلی یکی از یعنی در جریان از صحبتهایشان یاد کردن که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم زمانی که وضو میگرفت یا طهارت میکرد ظرفای مخصوص برآورده میشد یا جور میشد و زمانی که اینا وضو میگرفتن آب بدن از اینا زمان وضو کردن اینا را در یک ظرف مخصوص بعد بین این آب جمع‌آوری میشد بعد بین اصحاب کرامی تقسیم میشد به شکل یک چیز متحل بعد اینا هر اصحاب کرام اینا را مینوشیدن و زمانی که مینوشیدن بعد اینا قلب اینا به نور الهی متحل میشد یا پاک میشد و این یک مراوعت بود بین اصحاب کرام و به این امام این صحبت ها خدا از جریان صحبت کرده این هم میشه زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواستن که مثلا آب دهن شانه یعنی به شکل عامیانه اگر بگوییم توف بکنن صحاب کرام در از اینا چیز میکردن یعنی یک رقم منتظر از این بودن که چی زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم کار میکنه و قصد دست خدا رو پیش میکردن و آب دهن رسول مبارک در قبل دست شام نستاد و او آب دهن اینا میگرفتن در روی خود میمالیدن یا سر خود میمالیدن و از این آن بزرگ میگرفتن یعنی به نور الهی متحر میشدن و پاک میشدن من فکر میکنم این در شام پیامبر صلی الله علیه و سلم یک چیز نخواد بوده باشد من اینا میخواستم از خود بزرگ سوال بکنم که آیا در کدام جای ایتون هست یا نه تشکر و اگر تو نیست حج و اوقاف یا همینا باید یک برنامه درست داره برای اوتو علما یا برای ایتو اشخاصی که خطیبای مسجد هستن داشته باشن که این برعکس من فکر میکنم که حتی از حال مردم خواهد بدون شک
شما به سلامت باشین. ما امروز قبل از شروع برنامه با جناب استاد هم گفتیم که یک برنامه منظم بر خطبات از طرف وزارت ارشاد حج و اوقاف شاید برشان داده شوه و اگر داده شم یک تعداد علما کسر شر نشه، خدای نخواست و گستاخی در مقامشان نشه، شاید امو افادهشان درست نباشه، شاید شرها خوب باشه، ما در اطراف هم مطمئن هستیم که هزاران مشکل وجود داره. شنیدیم، بفرمایید. ببینید جناب سیرت صاحب، خداوند کریم علمای کرام مرا توفیق بدن که دین به شکل اصلی حقیقیش در روشنی قرآن و سنت بر روایت صحیح بیان کنن به مردم. اول می جان گپ بگین که می تو یک گپ ببینید جناب سیرت صاحب، وقتی که یک خطیب که نمایندگی از اسلام و ورثه انبیا هستند در منبر به حساب، هر گپی که میذارن باید در روشنی قرآن و سنت و جایی هستن که باید استنادش باید قرآن و حدیث و در احادیث هم باز احادیث صحیحه روایات صحیح که در صحیح ستا هست. و مسئله تبرک از ببینید، مسئله تبرک به پسمانده وضوی پیغمبر اسلام و موی های مبارک پیغمبر اسلام که در ایام حج اونا سر مبارک خود که تراشیدن، باز موی هایش صحابه کرام توسط تبرک گویا به حساب گرفتن حضرت عبدالله بن عباس و دیگر صحابه کرام در روایت است. اما مسئله وضویش که خود پیغمبر اسلام این شکل جبری لازمی که حتما صحابه کرام مجبور به این کار میساز، این در شریعت یعنی مجبوری نیه، خود صحابه کرام هم تو بعضی اوقات کردن. بعضی اوقات پیغمبر صحابه کرام امو کمال محبتی که با پیغمبر داشتن مسئله وضویشان مثلا در بدنی آب میمونه و پسمانده آب پیغمبر اسلام، اون پسماندهش یک بخش جدا از جناب صحابه، اما این آبی که آلوده شده به سلام با بدن در روایت هم در روایت های اکثر روایت های احادیث ضعیف آمده. ولیکن عالم جید ما وقتی که در منبر همین مسائل بیان کرده نش چی ضرور است. بله. اگر یاد اگیره بیان نکنه کدام نقص پیدا میشه. بنابراین بعضی مسائل است که به خاطر صد ذره باید بیان نشه. مثلا واقع حدیث افکه عایشه صدیقه، این چیزا ضرور نیست که در منبر باید، در منبر هم از مسائل ضروریات دین، قطعیات دین، فرایض دین، چیزایی که مهم و ضروری است. اما ما طرفدار به حادثه افک هستم جناب استاد، چون یک تعداد هستن که علیه بی بی عایشه صدیقه. ببینید اگه موضوع را به شکل علما میگن، هر کسی که عالم باشه از دین آگاهی داشته باشه، اونجا میگن که خدا او را براتشان بیان کرده، سبحانك هذا بطر عظیم. ولیکن یک کسی که عامی از قرآن و حدیث خبر نباشد داستانش از طور دقیق. تشکر از شما. شما برمیگردیم جناب استاد، برمیگردیم از ولایت نیمروز تماس داریم. بله بفرمایید برادر. علیکم السلام و رحمت الله، بفرما. بلی بلی برادر، شما به سلامت، بفرمایید. خب یک دقیقه در سلام علیکی تیر شد. امید جان گپ بگو این جناب استاد، که اما تو یک حادثه رخ داده که اصحاب کرام آب وضوی پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گرفته باشن یا به دهنشان به صورت مایل باشن یا آب که با او وضو شده از بستر در بدنشان تماس پیدا کرده او را نوشیده باشه، تو کار شده نشد بر روایت حدیث، در حدیث روایت صحیح که موی مبارک پیغمبر اسلام بین صحابه کرام تقسیم شدن توسط تبرکی هست در روایت. بلی. پس مانده وضویی که در ظرف آب مانده صحابه کرام به خاطر تبرک او و حتی پیغمبر اسلام که در بعض جایی که دم میکردن به حساب توف مبارک بالا آب خاک به حساب در جام در احادیث روایت آمده، اما به حسابی که ظرفی که اندامای مبارک به حساب بشوین پس مانده آبشه، این در روایت صحیح به نظر مطمئن. سلامت شما، با سلامت باشین، تشکر جان. سوال برادر امی بود، شما گفتین. خب تماس میگیریم، ولی امروز تماس ها زیاد است، باز هم سوالات باقی میمونه و ما یکم اکبر پیش بینده ها باز کم میم. بله بفرمایید. بعض جناب استاد سوال داشتم. سوال دیست استاد مخترم که علت همه تعصباتی که در کشور موجود داره، اگر مجموع همی به اعتمادی و مشکلات حکومت مسلمه داره، این را به چی میبینین؟ رای حل و رضی استاد مخترم چی پیشنهاد میکنن؟ تشکر. ببینین که امت مسلمان در ابتدای اسلام چی عظمت داشت، حال در چیز لا
مشکلات و بدبختی سر در می و علمای محترم به این مسئولیت دارن یا ندارن و آیا مسئولیت خود را ادا کردن یا خیر و همچنین مظلوم عام هم در این منظور در این مورد اگر سلامت باشین، تشکر. من با جناب استاد یک روز امیر یاد کردم. جناب استاد، من زمانی که از برنامه خلاص میشم به طرف مسجد میرم، مسجدی که نزدیک به دفتر هست. فقط اهالی مسجد زمانی وارد مسجد میشن که یا اذان دوم نماز جمعه را میشنون، بعدش حاضر میشن، دیگه از مولای امام کیات بگیره. این یک مشکل مردم هم. بفرمایید. ببین جناب سیراسه، خیلی سوال شنیدی. خیلی سوال کلیدی است. بحث زیاد کار داره. در کتاب جهان بینی اسلامی عوامل انحطاط مسلمین در جهان معاصر یک بحث علمی اونجا به شکل تفصیلی ذکر است. خب خلاص ببینید، اگر میخواین عزت و پیشرفت و ترقیتان تنها در قرآن نهفته است. اقوام سابقه، ببین صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، قرآن حاکم زندگیشان بود. بله، رهبرای جهان شدن. اتحاد و اتفاق داشتن، رهبرای جهان داشتن. قرآن و الگو و نمونه و قانون اساسیشان بودن. مسئله تطبیق حدود شریعت بودن. وحدت امت اسلامی، احترام و متقابل به همه داشتن، رهبرای جهان بودن. فعلا ما قرآن در طاق نیسیان ماندیم. بی عزت، بی قیمت، بی شخصیت، محتاج دیگر. همون گفت حضرت عمر سیب شما ساد که ما عزت در اسلام است و هرگاه از اسلام کنار رفتیم. بله، آیت قرآن است. نسخه قرآن سپاره 8 سپاره 9 سوره اعراف آیت 96 میگن که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. قرآن کتاب جهان بشریت است. ولو ان اهل القرى، اهل افغانستان، جهان اسلام، ایمان شرعی بیارن، تقوای شرعی داشته باشن، برکات آسمان زمین سرشان نازل باشه. سلامت باشین. یک تماس میگیریم، بعدش برمیگردیم با شما. بله بفرمایید. بله. آواز شما را داریم، بفرمایید برادر. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستید؟ شما بخیر باشید، بفرمایید. سلامت باشید. علیکم السلام. مولوی صاحب، من یک چند روز پیش برادرم در خانه کمی درگیر شد. دیگه من سوال شما را که گوشی میشنم تلفن قطع کردیم. دیگه با می همزمان سه بار چیزایی گفته. خانم خود گفت طلاق 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 گفت و هم کسی لم داخل خانه بود گفت شاید است که برآمد دیدو. دیگه این طلاق واقع شده یا نشده؟ مثل کدام مرضی آمد که ما بریم پرسان کنیم؟ یک جایی که رفتیم سوال کنیم پرسان کنیم مثلا سه یک حساب میشه، کسی سه تا گفته یک حساب میشه، کسی گفت باز بند جا دیگه رفتیم گفتن نیه واقعی شده طلاق. این ها مستدق دیلونون سای شما را بشنم. خوب جایی تماس گرفتی. انشالله پاسخ اخیر همینجا بشنو و یک کمک باید مایز کننده هم هست. سلامت باشین جناب سیراس. اول خداوند کریم همه ما و شما را توفیق بده که در بسیار مسائل معاملی مسئله را به طلاق نرسانیم. اسلام درس عفو گذشت بیدن. اگر هر چقدر کمی و کاستی در نظام خانواده باشه بهترین درس عفو. ولا عافین عن الناس ولا کاظمین الغیظ ولا، یک از صفات نیک مسلمان است. و مسئله طلاق آخرین نسخه اسلام است. پیش از اینکه به خاطر اصلاح زوج و زوجه مسئله نصیحت است، همون در دادگاه خانوادگی دیگه برنامه را که آیه 36 سوره نساء ذکر است. در اینجا مسئله در حالت غضب، علما فقها کرام میگن که اول از سه طلاق در یک جمله در یک مجلس، آیا سه طلاق واقع میشه یا یک طلاق؟ جمهور چهار مذهب اهل سنت والجماعت، جمهور صحابه کرام، تابعین، کلشان به این عقیده است که سه طلاق در یک مجلس، سه طلاق واقع میشه در صورتی که زوج شرایط طلاق داشته باشه، عاقل، بالغ، صحتمند، با جبر اکراه نباشه، با رضایتش باشه. سه طلاق و گپ تمام. گپ تمام. اما بعض فقهای حنابله، شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن قیم جوزی و اونها به این عقیده هستند که در وقت پیغمبر اسلام ابوبکر صدیق و دو سال خلافت حضرت عمر صاحب، سه طلاق یک طلاق واقع میشد. و در قانون مدنی ما و شما طلاق مقترن به عدد سه طلاق یک طلاق شمرده، ولیکن خوشبختانه در قانون جدید سه طلاق واقع میشه. و کشور عربستان سعودی اکثر خب پس ابی جان، سوال برادر شما چی میگید؟ فتوا چی میگید؟ است که در حالتی که حال موقع غضب باشه که نرمال بوده، گپ خود میفهمیده، شب و روز تمیز میکرد که طلاق داده، سه طلاق واقع میشه. خلاص شده گپ؟ عیدت سپریش باز به حال سلامت. بسیار کوتاه در مورد سجده سهو شما معلومات بدین. از شما یکی از مادرها از بیرون از کشور. سجده سهو، ببینید در نماز انسان اگر
تأخیر فرض می یا تکرار واجب می در اون صورت به حساب سجده سه وقتی که در تشهد التحیات می خوانین بعد از قعده اخیر سلام می گردین بعد از دو سجده می کنین بعد از باز تشهد و درود و دعا می یک سلام در می تین دو سلام اگر مقتدی باشن هر دو طرف به حساب امام یک طرف سلامت باشین تشکر شما با سلامت باشین چندین سوال باقی ماند معذرت می خوام مخصوصا یکی از برادرها از ایران دیروز تماس گرفته بودن نوبت به سوالشان رسید و یکی دو سوال از شهر کابل بود بگذار میکنیم برای هفته بعد 488 بعدش کلید 4 و بعدش 8 افشار بتین در بخش برنامه اسلامی اگر سوالی داشتین من در خدمت شما هستم از طریق شبکه های روشن و اتصالات صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما هست با نزدیک به 30,000 لایک پس از وقفه در خدمت خوش آمدید ادامه برنامه اسلام قرآن را به گونه زنده و مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده هستید شب در صفحه فیسبوک نوشتم و موضوع ما در این مقطع نقش معارف در رشد و انکشاف جامعه هست موضوع بسیار مهم و سرنوشت ساز آیات که انتخاب شده در راستای موضوع آیات 1-5 سوره مبارکه اقرا بسم ربک الذی خلق در ارتباط با موضوع هست تمنای همراهی تان دارم تا ختم برنامه وقتی در آغاز برنامه فراموش کردم خیر حال نیاز هست تا بگویم سلام و احترام ویژه و خاص بر تمام علاقمندای که در بیرون از مرز هستند اونها برنامه را به بسیار شوق و علاقمندی خاص دنبال میکنن و همیش همراه ما هستن خداوند همه را سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردانه خب جناب استاد بفرمایید آیت مبارک تلاوت کنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم تشکر شما با سلامت باشین نقش معارف در رشد و انکشاف جامعه موضوع بحث ما هست تا ساعت 1 امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید خب جناب استاد سبب نزول 5 آیت مبارکه که شما تلاوت کردین بفرمایید چی است بسم الله الرحمن الرحیم علامه ابن کثیر در تفسیرش بر روایت صحیحین امام بخاری و امام مسلم نقل میکنن که پیغمبر اسلام پیش از اینکه به پیغمبری مبعوث شوند در غار حرا جبل نور به خاطر ریاضت و عبادت می رفتن و یکی از روزها جبرئیل امین به صورت اصلی تشریف آوردن پیغمبر اسلام را در آغوش گرفتن و اونها را فشار دادن گفتن که اقرا بخوان پیغمبر اسلام گفت ما انا بقاری من خواننده نیستم من تعلیم ندارم باز پیغمبر را رها کرد یعنی گذاشت بار دوم در آغوش گرفت باز پیغمبر اسلام را گفتن که بخوان گفت من قاری نیستم در بار سوم پیغمبر اسلام در آغوش کشید و فشار داد و باز گفت که اقرا بسم ربک الذی خلق امی 5 آیت اول نازل شد که امو پیغمبری پیغمبر اسلام ثابت شد و وحی نزول وحی شروع شد شما با سلامت بفرمایید معذرت میخوام استاد ترجمه و تفسیر آیت مبارکه ببینید در این 5 آیاتی که تلاوت شد خداوند کریم به ارزش علم جایگاه علما معلمین دانشمندا و حصول کرامت و عزت که توسط قرآن صورت میگیره ارزش قلم اهل قلم در کل در نقش معارف در رشد و انکشاف جامعه را بحث میکنه در آیت اول خداوند کریم میفرماید اقرا بسم ربک الذی خلق بخوان ای پیغمبر به نام پروردگارت که آن که آفریده همه مخلوقات را یعنی وقتی که تلاوت میکنی بسم الله الرحمن الرحیم که در این آیت اشاره است به خواندن و علم و اهمیت علم و اولین کلمه که بالای پیغمبر اسلام نازل میشه مسئله خواندن و نوشتن و علم از پیام میدن به امت اسلامی دوم خلق الانسان من علق آفرید انسان را از خون بسته
که به مراحل خلقت انسان اشاره است که تفصیلش با در آیات 12 و 13 سوره مؤمنون است. اینجا مسئله علاقه مرحله انقلاب است که از نطفه به علاقه تبدیل میتن. اگر انسان ها میخواین که در زندگی خود انقلاب بیارن، انقلاب توسط پیروی قرآن میشه. اونها را قانون اساسی خود قرار بدین. اقرا و ربک الاکرم، بخوان پروردگار تو بسیار کریم است. بار دوم بار به خاطر تاکید، یا در اول خودت قرآن بخوان، دوم بار دیگه مردم درس بدین. اگر شما حصول کرامت و عزت میخواین، توسط قرآن است، پیروی از قرآن. الذی علم بالقلم، او ذات کریمی که شما را توسط قلم وسایل و عمو اسباب آموزش برتان ذکر میکنه که مسئله قلم، که خدا به قلم قسم خورده، نون و القلم و ما یسترون، آن که علم یاد داد به وسیله قلم شما را. علم الانسان ما لم یعلم، یاد داد به انسان آنچه که نمیدانست. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بنان خداوند ذاتی است که شما را پیدا کرد و قلم پیدا کرد، توسط قلم شما را علم آموخت. بسیار شما بسلامت باشین، تشکر. بیننده و شنونده برنامه اسلام قرآن، به گونه زنده و مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید. معذرت میخوایم، امروز بالا سلفه کمی هوا رسیده به گفتی همکارا. بله، صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما هست، با نزدیک به 30,000 لایک. 488 بعدش کلید 4 و بعدش 8 فشار بتین. از طریق شبکه های روشن و اتصالات هر پیامی که داشتین ما در خدمت شما هستیم. و شماره تماس واتساپ ما 0782224710. پل های ارتباطی ما با شما و شما با ما هست. هر سوال و نظری که داشتید ما در خدمت شما هستم. نقش معارف در رشد و انکشاف جامعه، چون موضوع مناسبتی هست، سر از فردا ان شاء الله مکاتب شهر کابل و ولایت کابل و یک تعداد از ولایات شروع میشه و امیدوار هستیم که یک تحرک بسیار خوب باشه برنامه امروز ما و یک بیداری خوب برای والدین و برای آنانی که در راستای معارف کشور کار میکنن، اونا را بیدار بسازه تا خدمت خوب صورت بگیره و والدین محترم مکلفیت هایشون را جناب استاد انشاءالله در لابلای برنامه گوشزد میکنه تا درک مسئولیت کنن همه. خب جناب استاد، نکات کلیدی آیت مبارک بفرمایید. علما میگن که در این 5 آیت خیلی مسائل عمده و اساسی در بخش تعلیم و تربیه با کیفیت اشاره شده. اول مسئله اشاره به اهمیت علم، جایگاه علما و دانشمندا و این پیام که ببینین پیغمبر اسلام پیش از بعثتشان در زمان جاهلیت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خیلی مشکلاتی داشتند. خدا اشاره کرد که تو توسط علم میتونی که تغییرات و تحول مثبت در جامعه مکه مکرمه ایجاد بکنه. یک موضوع بله. تمام پیشرفت و ترقی، تغییر و تحول توسط علم صورت میگیره. بله. علم و تعلیم و تربیه با کیفیت یک موضوع. دوم، خط و کتابت بسیار نعمت بزرگ است که خدا به قلم قسم میخورن. و سوم مسئله جنین شناسی، مسائل طب و طبابت، امبریولوژی، مراحل خلقت انسان ذکر است. خلق الانسان من علق، تفصیلش با در سوره المؤمنون آیات 12 و 13 اشاره است. و دیگر مسئله اشاره است، اگر میخواهید انقلاب، تغییر و تحول در جامعه تان، توسط پیروی قرآن صورت میگیرد. این قرآن کتابی است، قانون اساسی که در عرصه‌های مختلف به شما اصول و راهنمایی‌های زیاده دارند. و دیگر مسئله که در اینجا اشاره است که حصول کرامت و عزت یک ملت پیروی با قرآن است. اقرا و ربک الاکرم، بخوان. بله. ببینین بهترین زیور هر انسان آرایش علم است. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت، هر ملتی که میخواین پیشرفت و ترقی کنن، عزیز باشن، کرامت عزت دنیا و آخرت نصیب شن، فیصدی تعلیم یافته های خود زیاد کنن، توجه به معارف داشته باشند. الذی علم بالقلم، دیگه مسئله چی است؟ ارزش قلم. و ملتی که به قلم و کتاب و فرهنگ علاقه داشته باشند، عزت و سروری نصیبشان میشه. ببینید در کابل ما و شما، در کل کتاب کابل به حساب چند کتابخانه دولتی است، نظام و وقت چقدر توجه دارد به اینجا. زمان هارون رشید تاریخ مطالعه بکنند، کنا هر نویسنده کتاب تیبی را که زبان یونانی عبرانی به زبان عربی ترجمه میکردن، در دربار خود میخواستن اونها را مطابق وزن کتابشان طلای
طلا میدادن، تشویق میکردن با اونها را به حساب در بخش بقید و خدا به قلم قسم خوردن. و دیگه در کل تعلیم عبادت است. تمام اولیاء کرام خصوصا والدین گرامی مصارفی که در تعلیم و تربیت اطفال خود چی دختر باشه چی پسر باشه همش در عبادت سپرده میشه، شمرده میشه و ثواب شمرده میشه. باید در قسمت تعلیم و تربیت اطفال خود هیچ نوع غفلت باید نکنیم. همین مصرفی رام که در تعلیم و تربیتشان میکنیم ایره به نیت عبادت به نیت ثواب. شما به سلامت جناب استاد. یک موردی که همه شاهد هستیم، نظام تعلیم و تربیت باید برابر به نیازمندی های روز باید باشه، اما در شهر ما و در کشور ما تعلیم و تربیت از کیفیت خوب برخوردار نیست. راهی را که اسلام ناب پیشکش میکنه به خاطر داشتن یک تعلیم و تربیت مناسب و مدرن و مطابق به شرایط روز کدام ها هست بفرمایید؟ علما و متخصصین تعلیم و تربیت در راستای تعلیم و تربیت با کیفیت میگن که در حدود 8 نکته یا 8 فاکتور اساسی است که رول کلیدی دارند در تعلیم و تربیت با کیفیت. اول مسئله دسترسی به فضای آموزش، محیط آموزشی که محیط سالم باشه، از مثلا اعمار مکاتب، صنف درسی معیاری داشته باشین، مجهز با کتب درسی، مواد درسی، مواد مهم درسی، لابراتوارها، کتابخانه ها. یک. دوم داشتن نصاب تعلیمی واحد، مؤثر، مفید، تطبیقی با معیارهای جهانی به حساب برابر باشه با ارزش‌های اسلامی، کلتور و فرهنگ افغانی ما، نیازمندی های جامعه عصر حاضر باید برابر باشه. این دو نکته. نکته سوم معلمین مسلکی. ما باید معلمین مسلکی داشته باشیم که معلمین استادای گرامی اونها را در پروسه تدریس باید تدریس بکنن. و سوم استفاده از شیوه های مؤثر تدریس، آموزش فعال، شاگرد محوری. پنجم نکته رهبری و مدیریت سالم که در رأس کار وزارت معارف و تحصیلات عالی همو کسایی که مسلکی باشن که اونها در مورشته تخصص داشته باشند، به اصل شایسته سالاری و تخصص ارزش گذاشته شود. از خاطر پیغمبر اسلام میگه لکل فن رجال و هر مسلک از خود مسلکی داره، نگفته که لکل فن دجال. کار یک دکتر سر نرس میکنین. این پنج نکته. نکته ششم نظارت و ارزیابی، گزارشدهی، حسابدهی، شفافیت در رأس در سیستم های معارف باشد. چرا مکتب های هوایی پیدا میشه؟ باید نظارت دقیق داشته باشیم، شفافیت و حسابدهی. نکته هفتم غیر سیاسی بودن معارف. معارف تحصیلات عالی باید سیاسی نباشه، ملی باشه، دروازه مکتب بروی هر طفل افغان باز باشه. مطابق مواد قانون اساسی که ماده 43 هم است که تعلیم رایگان تا دوره لیسانس حق هر اتباع افغانستان است. و نکته هشتم که بسیار مهم است، سهمگیری جامعه و سهمگیری جامعه مدنی به خاطر ملی شدن معارف. اول شورای انجمن اولیا و مربیین، شورای کمیته اداری مکتب، که باید والدین با مسئولین مکاتب باید در تماس باشند. اینی 8 نکته اساسی است که دانشمندان تعلیم و تربیت میگن که در یک کشور اگر در نظام و معارفشان به 8 نکته اساسی توجه بکنن، در اونجا تعلیم و تربیت با کیفیت مساعد میشه. شما با سلامت جناب استاد. بدون شک که نظام معارف کشور خواهم یک سلسله مشکلات خود داره. خب بعدا این سوال مطرح میکنم، اما ما با بسیاری ها برخوردیم، ما این حرف از زبانشان شنیدیم که بجای از اینکه پسر خدا به یکی از مکتب ها ببرن و شامل مکتب سازن تا او درس بخونه، ترجیح میدن که تا یک کار کنه، به خاطر از اینکه میگن شاید اقتصاد ما در آینده ها ضعیف شوه، شاید ای اگر از مکتب فارغ شه بالاخره بره با پانتون و پانتون بخونه، بعد از شاید یک جای مقرر شوه که 5000 6000 روپیه معاش بگیره، 10000 روپیه معاش بگیره، با این شب روز نمیگذره. ترجیح میدن که از اول پسرشون از مکتب بدور و شامل یک حرفه و یک کسب بسازن، یعنی اموش انگیزه های اصیل اسلام کنار گذاشته میشه. فرمایید در ارتباط با ببینید جناب سیره سبدمی آیت اول، اولین کلمه ای که بالای پیغمبر اسلام نازل میشه مسئله اقرا. بله، علم دانستن خواندن این حکم خداست، حکم شریعت است، تاکید دی زیاد شده. پدران مکلفیت دارن. ببینین علم است که توسط علم همی پسر و دخترشان خودم شناسن، خودشناسی، خداشناسی، طبیعت شناسی، والدین، حقوق و وجایب یکدیگر در جامعه به حساب و رزق و روزی به دست خداست. بله. و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها لا نسالک رزقا نحن نرزق. خداوند کریم میگه که مسئله رزق و روزی به دست خداست، او وظیفه خداست. والدین گرامی در
قسمت تعلیم و تربیت اطفال خود امو مسئولیت پدری و مادری خود ادا بکنه. بنابراین و دیگر نظام و وقت که در چالش ها میم، نظام و وقت باید پلان های انکشافی و کاریابی احصایوی داشته باشند. مثلا امسال از صنف 12 چند نفر متعلمین فارغ میشن، در تحصیلات عالی چند نفر جذب میشن و چند نفر از تحصیلات عالی فارغ میشه، در کدام رشته ها، در ادارات دولتی ما چند نفر مامورین به تقاعد سوق میشه. ببینید این پلان ها رو ما نداریم. بله. مشکل عمده و اساسی ما در بخش کاری. پس رای حل چی است؟ رای حل است که نظام خانه تکانی کنه. در بخش معارف تحصیلات عالی قحط و رجال نیست. الحمدلله دانشمندای داریم در عرصه های مختلف که همشان از نابغه کمتر نیست، استعدادهای عالی دارن. به اصل شایسته سالاری، استعداد سالاری که نص قرآن است، ان خیر من استأجرت القوی الامین. اما کسایی که تعلیم یافته است، متخصصین تعلیم تربیت است، تحصیلات عالی دارن، اونها جذب شوند که سیستم معارف و تحصیلات عالی را امو نیازمندی های جامعه ما و شما را مرفوع بسازد. یک از این بحث اجتماعی میگذاریم جناب استاد، امی مطرح شوه و دانسته شوه و بعدش سر مسئولیت های دولت میاییم. در دیگه کشورها جناب استاد، مثلا ترکیه را ما میبینیم که بیشتر تاجرای ملی کشورها سهم فعال می داشته باشند به خاطر رشد و ترقی و تعالی معارف کشورشان. اما در افغانستان امی انگیزه نیست. ما کمتر تاجری را داریم، کمتر سرمایه داری را داریم که به خاطر رشد و ترقی و تعالی معارف کاری کنه و کمتر بنیادهای خیریه را داریم در این راستا کار کنه. اینی می خواهیم که حرفای تشویقی شما را برای امو تاجرای ملی خود داشته باشیم تا در این زمینه یک مقدار درک مسئولیت کنند. ببینید جناب سیراسبی، موضوع به نظام وقت، نظام سیاسی، ساختارهای سیاسی، رژیم سیاسی تعلق داره. اگر رئیس جمهور ما ارزش به قلم بتن، ارزش به فرهنگی، ارزش به علم، دانش، ذهن سیاسی، دستگاه های انسانسازی را که مکاتب است، مدارس است، پانتونا است، مساجد است، توجه خاص داشته باشند و مردم ذهن سیاسی بکنن، مثل دوره پیغمبر اسلام 13 سال دوره مکی پیغمبر دیگه هیچ کار نکرد، دو مضمون درس داد، مضمون عقیده و مضمون اخلاق. اونها را مخشوی کردن، امیر تلقین و تزریق کردن که مکه ای سرزمین از خودتان است، دین اسلام بهترین دین است. اگر ما ارزش علم و فرهنگ مثل در تاریخ خلفای راشدین هارون رشید که قبلا گفتیم که ارزش به فرهنگ داشته باشه و مردم هیت تلقین بکنیم که وطن از خود ماست، مکتب از خود ماست، پانتون از خود ماست، احساس مالکیت بکنن، سهمگیری بکنن و این جبری شد، چیز تفایلی باید با کار نیست، تا با که مؤسسات خارجی کمک بکنن. مکتب از خود ماست، احساس مسئولیت بکنن، سهمگیری، مکاتب، مدارس، پانتونا، این در سطح نظام. مثلا روز معارفه باید اولیای امور ما، اگر توصیه یک افغان کوچکی را من حیث یک طالب علم مبایشان چی میکنیم، این روز به روز بهترین های سال تجلیل بکنه. بهترین استاد پانتون، بهترین معلم، بهترین شاگرد، بهترین معسل، بهترین پدر، بهترین مادر، بهترین رئیس وزیر، بهترین والی، رئیس، بهترین دیقان، میارا را که مردم تشویق به فرهنگ شه، بهترین نویسنده سال. و یک مشکل دیگه جناب استاد، از این مشکلات حرف بزنیم خوب تر هست. در کشور بیشتر دیده میشه که پدر و مادر شاید همی وضعیت اخلاقی سبب شود که دخترهای خود را به مکاتب نگذارن و ما کمتر در قشر ناس داریم که در یکی از ولایات ما در سال 94 جناب استاد خواندیم که فقط تعداد فارغایش به چند تن میرسید، به چند تن محدود در یکی از ولایات کشور. یعنی شاید بیشتر پدر و مادر توجه نداشته باشند به خاطر اینکه دخترشان بره به مکتب و علم و دانش بیاموزد. ببینید جناب سیراست صاحب، در قانون اساسی فصل دوم ماده 43 تا 47 تمام مسائلی که مربوط تعلیم و تربیت با کیفیت میشه مسئولیت های نظام و وقت است. حقوق اساسی و واجبات بعد باز ذکر است. در ماده 44 نوشته میکنن تعلیم زنان دولت مکلف است. دولت که شرایط مساعد بسازن، مکاتب، مدارس، پانتونایی که طبقه اینا بر طبقه ایناست باشه و شرط مسائل امنیتشان و مسائل مسئولیتشان دولت مکلف است و والدین هم کوشش کنن که هر چقدر محیط مسئول باشه در اونجا اطفال خود باید روان بکنن. شما گفته از محیط مسئول حرف زدین. یک محیط نامسئول می باشه، ناامن می باشه، به خاطر امن ساختن این محیط
افراد امو منطقه چه مکلفیت هایی را دارد؟ مثلا با مزرد در بسیاری از مکاتب دیده میشه جناب استاد ما از طریق رسانه میشنیم که یک چهار فرد ولگرد حیا باشه چون برنامه اسلامی است، یک چهار فرد او باش در دهن مکتب استاد میشه و سبب آزار و اذیت دختر خانم ها میشه. پس مسئولیت مردم هم مردم شهروند شهر در قبال همه تو اشخاص و افراد چیست؟ ببینید جناب سیرسب، چالش هایی که در عرصه معارف و ما قرار داره مسئله امنیت است. بله. یکی مسئله. دو مسئله عدم دسترسی اطفال واجد شرایط. فعلا در احصایی که قبلا شنیدیم دیروز در تجلیل روز معارف، بیش از 3.7 میلیون اطفال واجد شرایط از نعمت تعلیم محروم هستند. 50% مکاتب ما تعمیر ندارن. مثل معلمین مسلکی طبقه ایناس به حساب معلمین زیاد مشکلات داریم، به حساب کیفیت تدریس، پلانای انکشافی و کاریابی که در آینده این جوانا به حساب در مؤسسات تحصیلات عالی جذب شن و کاریابی برشان. در مسئله امنیت، در وقت امنیت تامین میشه در کل اگر راه حل شود. حالا مشکلات خب به میلیون ها مشکل هست، پس راه حلش قرآن کریم به دو آیه قرآن کریم عمل بکنیم 100% امنیت تامین میشه. اول آیه 82 سوره انعام، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. از رئیس جمهور تا یک فرد عادی جامعه، ایمان شری، حقوق و وجایب شری و دینی و قانونی خود بدانن، عمل بکنن، امن و امنیت. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. و دیگر رئیس جمهور، اولیای امور، معارف، در نصاب تعلیمی معارف باید در ذهنیت سازی کار بکنن. هر طفل افغان که تعلیم میکنن باید بگن که ما افغان هستیم، ما مسلمان هستیم، افغان ها برادر یک دیگر هستند. تعلیم میکنیم، تعلیم و تربیه با کیفیت که وطن خود جور بکنیم. آیا چیزا رو در مکاتب گفته میشه؟ حب الوطن، اینی مسائل تامین امنیت. ببین در یک فامیل، وقتی که در یک فامیل در خانه یک سارق و چیزا می، هم اعضای فامیل منافعشون مشترک است، متوجه میشن، صدا میکشن. اگر ما در سطح افغانستان ذهن سازی تنویر از هان که افغانستان خانه مشترک ماست، منافع مشترک ماست، هر افغان عضو فامیل ماست، هیچ کس به خاطر تخریب وطن خود کار نمیکنه. تعلیم و تربیه با کیفیت تا که وطن جور. بله، سلامت باشین. امین نکته سوالی که قبلا مطرح کردم دوباره میپرسم. ما بسیاری از پدرها و مادرها را داریم که توجه به خاطر تعلیم و تربیه اولاد نداره. مقصد ما در یکی از برنامه شما شاهد هستین، یک خواهر تماس گرفت از یکی از اولاد، گفت من بسیار علاقه دارم که به مکتب برم، شرایط هم امن هست و دخترای همسایه میرن به مکتب، اما پدر من نمیگذاره و خودم حتی دوچار مشکل روانی شدیم که چرا ما به مکتب نرم. بفرمایید توصیه تعلیم شما. تعلیم عبادت است، حق شرعی هر طفل است. پدر و مادر مکلف است، یکی از وجایب اساسی شنایت قرآن است، ولا تلقوا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. مردمای قرن زمان جاهلیت اطفال خدا به خاطر رزق و روزی قتل میکردن. علما، بعضی فقها و مفسرین معاصر میگه در قرن 21 اگر یک پدر و مادر دختر و پسر خدا به مکتب روان نکنه، او را جاهل تربیه کنه، در حقیقت قاتل پسر و دختر خود است. بناهن کوشش کنین، تعلیم عبادت است، به حساب هر مصرفی که در تعلیم و تربیه اطفال میکنین او ثواب خداوند کریم برتان داده میشه. کوشش کنین، یگانه راه پیشرفت و ترقی ما و شما در جامعه مسئله علم و قلم است، تعلیم و تربیه با کیفیت. خب از مسئولیت حکومت و دولت بگوین جناب استاد، چی مسئولیت هایی را به خاطر ایجاد تسهیلات بیشتر شما توصیه دارید؟ در قانون اساسی واضح ذکر است، فصل دوم، حقوق و وجایب، حقوق اساسی و وجایب ادبا، ماده 43 است که دولت مکلف است که تعلیم و تربیه رایگان تا دوره لیسانس باید مساعد بسازه برای هر طفل افغان. و مسئله تمام مسائل امنیتشان، مسائل نصاب درسیشان و خصوصا به حساب در مسئله تعلیم و تربیه. تعلیم است، اما تربیه و اخلاق و کیفیت بسیار توجه بکن. ببین معلم بشریت که در پانتون نبوی پیغمبر اسلام صحابه کرام که درس میداد در دو نکته بسیار توجه میکرد. و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، تعلیم قرآن و حدیث تعلیم میداد و یزکیهم، مسئله تربیه. تربیه، تزکیه نفس، اخلاق، اما اخلاق اسلامی، اخلاق اجتماعی را ما یک طفلی را تربیه کنیم در حساب در عرصه های مختلف. و دیگه در قسمت کیفیت تدریس، از 15 ساینس ما فارغ میشه ولیکن هیچ اختراع را به زربین نمیبینیم. طب و طبابت اختراع میشه و طبابت هم تجارت شروع شده. انجینری، جیولوژی که یک فرض عین است که باید ما معدن شناس داشته باشیم نداریم. نظام و وقت مکلف است که در کیفیت تدریس باید کمک کوشش بکنیم. بسیار کوتاه پیام آیات مبارکه بگید جناب. پیام آیات یک نکته را جناب استاد با مزد برز برسنم که
بسیاری ها اصلا کمی مورد اصلا توجه نداره. ما دیگه موضوعاتی که در صفحه فیسبوک پوست میکردم بیشتر لایک و کامنت میگرفت. حتی این موضوع بسیاری ها اصلا که بسیار عقیل میبینن که یعنی علم چی، یعنی دانش چی، بیشترین مردم به طرف مادیات توجه دارند. بفرمایید. تغییر جامعه با تغییر افراد سالم است و تغییر افراد سالم با تعلیم و تربیت با کیفیت و همچنان تمام پیشرفت و ترقی های یک جامعه که در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، نظامی و فرهنگی او که مساعد میشه توسط جوانای تعلیم یافته به حساب. اگر ما میخواییم که تعلیم یک جامعه پیشرفت و ترقی داشته باشیم، جوانای خود را در تعلیم و تربیت با کیفیت یاری بکنیم. شما با سلامت، تشکر. به پایان برنامه رسیدیم. سپاس شکران از جناب استاد، از تمامی همکارای ما در تمام بخشا و تشکر ویژه و خاص از تمامی شما که بیننده برنامه ما بودین تا این لحظه. نماز جمعه هم نزدیک هست، نماز جمعه را هم فراموش نکنین. به تمام مریضای جان اسلام، مخصوصا مریضای کشور، دعای خیر کنین و بر تیم ملی کرکت هم دعا بکنین تا پیروز شود. و صفحه فیسبوک ما را هم لایک کنین و به اشتراک بذارین و از محتویات استفاده کنین. اسلام فاصله و فاصله قرآن 488، بعدش کلید 4 و بعدش 8 فشار بتین. هر سوال و نظری که داشتین ما در خدمت شما. شماره تماس واتساپ و شماره تماس هفتوار ما 0782 2247 10. تا دیدار بعد، الله نگهدار.